سلام، من امیر قوادم و شما رو به تماشای 24مین برنامه باکس آفیس کلوس دعوت میکنم. امیدوارم تماشای این ویدیو براتون مفید و لذت بخش باشه و ممنون میشم اگر با سابسکرایب، لایک و کامنت از صفحه حمایت کنید. در 44مین هفته سال سری به جدیدترین تیزر فیلم ها و اخبار سینمای جهان میزنیم. نگاهی هم به بالا پایین آمار فروش در سینماهای آمریکای شمالی خواهیم انداخت. اول بریم نیم نگاهی به تیزر جدیدترین ساخته جیمز کامرون بندازیم، آواتار راهی از آب. جیک سالی با خانواده جدیدش و البته بدن جدیدش تو پاندورا زندگی میکنه، اما منابع این سیاره و آتش انتقام گذشته تهدیدی دوباره برای اونهاست. این بار هم او باید با همراهی نیتری و ارتشی از نژاد ناوی ها برای محافظت از سیاره دست به جنبونه. آواتار راهی از آب 16 دسامبر به سالن‌های سینما میاد. جدول فیلم های سال نو هم شلوغه. نگاهی بندازیم به داستان کریسمسی و کریسمس. رالفی تصمیم میگیره یک کریسمس جادویی برای فرزندانش رقم بزنه، پس به محله قدیمی میاد و با کمک های دوستای قدیمیش تلاش میکنه تعطیلات متفاوتی رو برای اونها بسازه و با گذشته هم آشتی کنه. این فیلم خانوادگی 17 نوامبر از استریم HBO Max پخش خواهد شد. Remember, happily ever after, it's not always that easy. امی آدامز با افسون شده به دیزنی پلاس میاد. My hair is so high and my dress is so low. Jumping jelly sticks. We got magic. جیزل اگرچه زندگی شادی داره، اما دنبال برگشتن به گذشته سحرآمیز و دنیای جادوست. پس ناخواسته وردی میخونه و دنیای واقعی و دنیای جادو رو زیر و رو میکنه. There's only room for one villain in this town. You're hilarious. افسون شده هم 18 نوامبر منتشر خواهد شد. Delusional but hilarious. Like a Christmas carol? Yes, yes. If you would just let me get this out. Sit. So, out of all the people on the planet. یه تیزر جدیدم از فیلم کریسمسی سرزنده منتشر شد. I'm the guy you're gonna hunt. You know what? Forget it. داستان کریسمس دیکنز رو این بار در شکل و شمایلی نو خواهیم دید. یه کمدی موزیکال با بازی ویل فرل و رایان رینولدز. همون داستان اسکروژ خسیس که در سفری جادویی به گذشته، حال و آینده با عواقب کارهای خودش روبرو میشه. I'm here to change him to be a more positive force for humanity. 11 نوامبر تاریخ اکران سرزنده خواهد بود. This is where real change begins. I want the world to never forget my name. Our name. تیزر یه فیلم هم ببینیم که ماشین بازا عاشقش میشن. فراری، لامبورگینی. Go back to your tractors. لامبورگینی مردی پشت افسانه، درامی هیجان انگیز درباره چگونگی شکل‌گیری کارخونه لامبورگینی و داستان بنیانگذار این شرکت فروچیو لامبورگینی، داستان شکست‌ها و پیروزی‌ها و رقابت شدیدش با فراری. Don't care about me. The only thing that matters is a great Lamborghini. What do you want me to do? لامبورگینی 18 نوامبر از جاده به پرده سینما میرسه. فیلم فانتزی ترول از محصولات سینمای نروژ به نتفلیکس خواهد آمد. در اعماق کوه دووره موجودی غول پیکر پس از هزاران سال اسارت از خواب بیدار میشه و هر چیزی که سر راهش باشه رو خراب میکنه و به سرعت به سمت اسلو در حرکته.
میمیلتر فارینگه. ترول اول دسامبر منتشر خواهد شد. نه لولا. یه داستان ارواح ببینیم از ساخته های کارگردان تحسین شده جوانا هاگ. مام؟ دختر ابدی داستان یه دختر میانسال و مادر پیرشه که به خونه قدیمیشون برمیگردن و باید با اسرار مدفون شدهش روبروشن. خونه بزرگ که زمانی هتل بوده و حالا اتاقهای خالیش پر از رمز و رازه. That's what rooms do. They hold these stories. این فیلم دلهره‌آور با بازی تیلدا سوینتون 10 نوامبر اکران خواهد شد. Comfortable. We're here now. تیزری هم از فیلم عاشقانه و بیشتر اروتیک معشوق لیدی چاترلی ببینیم. زن اشرافی متأهل در املاک روستایی شوهرش با شکارچی جوونی آشنا میشه. لیدی چاترلی که چندان از زندگی رضایت نداره، رابطه عاشقانه‌ای رو با این مرد آغاز میکنه که ممکنه عواقب هولناکی داشته باشه. What in the name of hell have you been doing? Afraid. Yeah, yeah. Such tenderness. I didn't say you were gentle. علاقمندان به این ژانر هم باید تا 2 دسامبر برای اکران این فیلم صبر کنند. Strength. I've given you everything. It's not enough. نگاهی هم به کمدی رمانتیک قضا و رمانس بندازیم. فیلمی ساخته ی آنیکا آپلین. کارین با دیدن یه پیام تو تلفن همراه همسرش تصمیم میگیره تا زندگی خودش رو از نو ارزیابی کنه. او با کمک دوستانش، شوقی که در وجودش هست و البته قضا به این نتیجه میرسه که زندگی تاریخ انقضا نداره و میخواد از فرصت تازه‌ای که تو زندگیش داره بهترین استفاده رو ببره. They keep piling up. 2 دسامبر نوبت نجات وحشیان است. Hey, Mark, how's it going? Feels brown, I suppose. Like the world or like the toilet? یه فرد معتاد به مواد افیونی در حال بهبودیه و حالا تصمیم میگیره از فروشندگان موادی که مرگ نامزدش رو رقم زدن انتقام بگیره. If you left your lab, you must have told him something. What was it? فیلمی با حضور رابرت دنیرو و البته این بار در لباس پلیس. این هفته با کاهش 40% مخاطبان، مجموع فروش سینماها در آمریکای شمالی به زیر 100 میلیون دلار برگشت و دی سی عملاً از 3 هفته اکران بی‌رقیب بلک آدام چندان نصیبی نبرده. An evil is coming. They will not stop until the whole of Africa is theirs. پادشاه زن به خونه 10 جدول باکس آفیس اومده و آماده خداحافظی میشه. این حماسه زنانه ماجرای تاریخی از پادشاهی 10 رو روایت میکنه. ایستادگی در برابر استعمارگران اروپایی. No kingdom in all of Africa shares this privilege. 7th اکران پادشاه زن با فروش 1.5 میلیون دلاری به پایان رسید. Fight or we die. Lydia Tár is many things. Tár began her career with the Cleveland Orchestra, Chicago Symphony Orchestra. درام زندگی نامه تار در نخستین هفته اکران گسترده تو خونه 9 جدول قرار گرفت. فیلمی در دنیای موسیقی کلاسیک غرب که بر زندگی لیدیا تار متمرکزه، به عنوان اولین زن رهبر ارکستر بزرگ آلمان و یکی از بزرگترین آهنگسازان معاصر. تار این هفته 1.6 میلیون دلار فروخت تا با مجموع فروش اکران محدودش تا حالا بیش از 3 میلیون دلار برای فوکوس فیچرز درآمدزایی کرده باشه. I'm worried. Sir, what are you doing? It wasn't me.
فیلم ترسناک دهشتناک دو با یه پله تنزل به خونه یه هشتم اومد. یه موجود خبیث آرت دلغک رو احیا میکنه. با بازگشت این قاتل شیطانی او یک دختر جوون و برادرش رو به عنوان تومه انتخاب کرده و به هیچ کس در مسیرش رحم نمی کنه. دهشتناک دو پنجمین هفته اکران رو با 2.8 میلیون دلار درآمد به پایان رسوند. لایو اکشن کمدی موزیکال لای لای کروکودال دو پله در جدول فروش پایین آمد. پسر نوجوان خانواده تو اتاق زیر شیبونی یک کروکودیل سخنگو رو پیدا میکنه. کروکودیلی با استعداد آوازخونی و با صدای شان مندز. این فیلم خانوادگی این هفته 3.4 میلیون دلار فروخت و مجموع درآمدش به 33 میلیون دلار رسید. درام تیل با 7 پل رشد به خونه ششم پرفروش های هفته اومده. پس از قتل وحشیانه امت تیل در سال 1955 مادرش تصمیم گرفت افکار نژاد پرستانه‌ای که پشت این قتل بودند رو افشا کنه و افراد دخیل در این حمله رو به دست عدالت بسپره. I want America to bear witness. Come with me, please. تیل با فروش 3.8 میلیون دلاری سومین هفته اکرانش رو پشت سر گذاشت. I don't want my children to have to live in fear. We do the best. فیلم ترسناک پایان هالووین هم 46% کاهش مخاطب داشت. در سومین قسمت از این سگانه قرار قهرمان‌های قدیمی مایکل مایرز و لوری استرود ماجرا رو به پایان برسونن. این فیلم ترسناک در سومین هفته اکران 5.5 میلیون دلار فروخت و مجموع درآمدش به 62 میلیون دلار رسید. دیگر فیلم ترسناک جدول اکران لبخند در خونه چهارم پرفروش هاست. دکتر روز کوتر بیماری عجیب رو ویزیت میکنه که به جنونی مرگبار مبتلا شده. او که در درک و شرح این بیماری در حال شیوع عاجزه، برای مقابله با اون باید با بحرانی در گذشته خودش مواجه شه. اسمایل 7.7 میلیون دلار فروخت و مجموع درآمدش از 95 میلیون دلار فراتر رفت. I am not gonna keep running. I have to face it. These sessions are mandatory for all staff, Sister Anne. فیلم دلهور آور و تازه اکران شده تومهی برای شیطان سومین فیلم پرفروش هفته بود. She said the voice didn't really want her. یه راهبه به عنوان نخستین زن برای آیین جن‌گیری آماده میشه، اما در مقابله با این نیروی شیطانی متوجه پیوندهای مرموز بین گذشته خودش با اون میشه. تومه برای شیطان در نخستین هفته اکران نزدیک 10 میلیون دلار درآمد داشت. Your mother has a pretty voice. بلیتی به بهشت در دومین هفته اکران جایگاه خودش رو حفظ کرده. زن و مردی که سالهاست از هم جدا شدن به بالی سفر میکنن تا جلوی دخترشون رو بگیرن تا اشتباهی که اونها 25 سال قبل مرتکب شدن رو تکرار نکنه. این کمدی درام با بازی جولیا رابرتس و جورج کلونی 14.5 میلیون دلار دیگه فروخت و مجموع درآمدش به 38 میلیون دلار رسید. بلک آدام جدیدترین فیلم ابرقهرمانی دی سی همچنان صدرنشین فروشه. پس از 5000 سال اسارت
مردی با نیروهای خدایان مصری از قفس آزاد میشه تا عدالت رو به سبک خودش در جهان حاکم کنه و قهرمانهای دی سی قراره با او مقابله کنند. هرچه گمان میشد دواین جانسون در نقش قوی ترین ابرشرور دی سی گیشه را در چنگ خودش بگیره، عملا چنین اتفاقی نیفتاده و این فیلم دی سی یه شکست تجاری محسوب میشه. فیلم با کاهش 57% مخاطبان این هفته 35 میلیون دلار فروخت و مجموع درآمدش به 119 میلیون دلار نزدیک شد. هفته آینده هم فیلم شاخصی اکران نمیشه تا عرصه برای دی سی و بلک آدام باز باشه، اما بعید شاهد تکون خاصی در گیشه ها باشیم. امیدوارم از تماشای این ویدیو لذت برده باشین و قرار هفتگیمون در باکس آفیس رو به دیگران هم خبر بدیم. به امید روزهای شاد و آزاد.